الان دوباره بین کشورهای مختلف رقابت فضایی به وجود اومده. چینم همین اواخر وارد مسابقه فضایی شد. خیلی از سازمان‌ها قدرت چین رو دست کم می‌گرفتن. ولی اونا هم موشک‌های قدرتمند خودشونو ساختن. حتی یک ایستگاه فضایی هم دارن. حالا چین می‌خواد ماه رو فتح کنه. تازه به نظر میرسه دانشمندای آمریکایی چیزی رو لو دادن که چین روی ماه کشف کرده و انگار قراره خیلی چیزا رو عوض کنه. پایگاه ماهواره‌ای چین باعث شده خیلی‌ها تعجب کنن که چطور این کشور یهو تو فضا اینقدر پیشرفت کرده. اصلا تو غرب کسی نمیدونست که چین ایستگاه فضایی خودش رو ساخته که از نظر اندازه و پیچیدگی میتونه راحت با ایستگاه فضایی بین‌المللی رقابت کنه. مردم هم نمیدونستن که چین موشک‌های بهتری نسبت به ناسا می‌سازه و از نظر تکنولوژی به موشک‌های اسپیس ایکس که به خاطر قابل استفاده مجدد بودن معروفن نزدیکه. انگار چین بی سر و صدا به این جایگاه رسیده تا الان به دنیا نشون بده چه قدرتی داره و میخواد با فضا چی کار کنه. جاه طلبی های این کشور خیلی فراتر از اعتبار ملیه. پژوهشگرای چین میدونن که چه گنجی روی ماه وجود داره. اونا خوب میدونن بهتر وقتشون رو برای تصرف ماه صرف کنن، نه در خیال رفتن به مریخ. چین کشفای خوبی روی ماه کرده که دیدگاه خیلی ها رو نسبت به فضا عوض میکنه. این کشف ها فقط اولشه. چین تا سال 2028 میخواد اولین پایگاه فضایی با آدم رو روی ماه بسازه. اینطوری خیلی زودتر از ناسا و اسپیس ایکس به ماه میرسه و میتونه کلی ازشون جلو بزنه. خلاصه مهندسا و دانشمندا دارن روی موتورهای فضایی هسته‌ای کار میکنن که خیلی بهتر باشن و کپسول و ماشین و رباتهای فضایی رو هم دارن پیشرفته تر میکنن. قراره تو ماموریت‌های بعدی که به زودی با اسمای چانگی 6، 7 و 8 فرستاده میشن، یه سری چیزای مهم مثل فرودگر، گرداننده ماهواره و ماهگرد، حتی یک پرینتر سه‌بعدی رو روی ماه بذارن. احتمالاً فضانوردان چینی اولین نفراتی باشن که روی ماه خونه میسازن. چانگی 6 قرار سال 2026 حدود 2 کیلوگرم سنگ از ماه به زمین بیاره تا ببینن غیر از آب چه چیزای دیگه‌ای رو میشه روی ماه پیدا کرد. یک ماهواره جدید هم به اونجا میفرستن که با پایگاه جنوب ماه راحت تر بتونن ارتباط برقرار کنن. بعد از چانگی 6، ماموریت چانگی 7 انجام میشه که اونم یه مجموعه فضایی از گرداننده و فرودگر و ماهگرد و یک بالگرد کوچیکه. اینها قراره شکل ماه رو بررسی کنن، سنگ نمونه های بیشتری بیارن و محیط ماه رو بهتر بشناسن. سال 2028 هم چانگی 8 اونجا میره که تکنولوژی استفاده از منابع ماه رو با خودش میبره و اولین قطعات پرینت سه‌بعدی رو برای پایگاه ماه درست میکنه. بعد از اون همه چی آماده است که از سال 2030 فضانوردای چینی به ماه برن و دیگه اونجا زندگی کنن. چین داره میلیاردها دلار خرج سفر به فضا میکنه و این سرمایه گذاری ممکنه تو آینده خیلی به دردشون بخوره، چون چیزایی روی ماه پیدا کردن که خودشون هم فکر نمی کردن. هنوزم خیلی ها فکر می کنن ماه یک جای خشک و خاکستریه که هیچی توش نیست. اما اونجا میلیون ها تن آب پیدا میشه. البته اولش اینطور معلوم نبود که اصلا آبی روی ماه باشه. تا اینکه ماهگرد چانگی 5 رفت و روی ماه کشف کرد که چقدر آب مخفی شده. چانگی 5 نمونه های از منطقه‌ای به اسم اقیانوس طوفان ماه برداشت و به زمین فرستاد. بعد که نمونه ها رسیدن به چین، دانشمندا تو رصدخانه پکن رفتن سراغشون و یه چیز جالب پیدا کردن. تو یه مشت خاک ماه یک عالمه ذره شیشه‌ای ریز بود که تو هر کدومش ذرات کوچک آب گیر کرده بود. این ذره ها احتمالاً موقع ضربه های خیلی محکم مثل برخورد شهاب سنگ درست شدن. گرمای وحشتناک ماه خاکشو مثل شیشه میکنه. همین اتفاق رو تو گودالهای برخوردی زمین هم دیدیم. چون ماه کلی ضربه خورده، فکر میکنن این ذره های شیشه ای همه جای ماه باشه. یعنی از خط استواش تا قطب ها. آبی که تو شیشه هاست احتمالاً به خاطر نور خورشیده. دانشمندا میگن اتم های هیدروژن با بار مثبت از بادهای خورشیدی میان تو این ذره های شیشه‌ای و با اکسیژن ترکیب میشن و میمونن. وقتی خورشید این ذره ها رو داغ میکنه، یک ذره از هیدروژنشون رو پس میدن.
به طور کلی میشه گفت توی هر تن از خاک ماه 2 کیلوگرم آب به این شکل وجود داره. یه چیز جالبتر اینه که میشه با داغ کردن این ذره ها آبشون رو گرفت. در کل میگن این ذره های شیشه‌ای یک مخزن آب به اندازه 270 میلیارد تن رو نگه داشتن. ناسا تو سال 2010 حد زده بود که تو گودال‌های قطب شمال ماه حدود 600 میلیون تن یخ وجود داره. پس منابع آب ماه خیلی زیادن، ولی این آب‌ها نمیتونن مثل آب روی زمین جاری باشن. به خاطر دما و نبود هوا، دریاچه و رودخونه‌های مصنوعی روی ماه غیر ممکنه. اما این مخزن عظیم آب میتونه یک منبع حیات برای فضانوردایی باشه که بعداً میرن ماه زندگی کنن. آب نه تنها به درد نوشیدن میخوره یا برای آبیاری گلخونه مهمه، بلکه میشه ازش سوخت هم درست کرد. تازه این تمام ماجرا نیست. نمونه هایی که چانگی 5 از ماه آورد یک راز دیگه رو هم فاش کرد. هلیوم 3، ماده ای به شدت کمیاب روی زمین اما فراوان روی ماه، که دنیا رو وارد عصر انرژی جدیدی میکنه. فعلا یه چالش بزرگ برای استفاده از این منابع وجود داره. اینکه سنگ‌های ماه رو به زمین بیاریم خیلی سخته. هزینه‌اش هم خیلی زیاده. ولی همین الان میدونیم که اگه بشه یک بار با یک سفینه فضایی سنگ بیاریم، از انرژی هلیوم 3 میتونیم کل ایران رو برای حداقل 5 سال تأمین کنیم. حالا نزدیک 50 ساله که هیچ آدمی روی ماه نرفته. فضانوردهای آپولو هم فقط چند ساعت روی ماه بودن. پس اگه نمیخوایم فرصت ورود به دوران انرژی پاک رو از دست بدیم، باید همین الان بریم سراغ توسعه ماه. اینکه بتونیم از ماه هلیوم 3 استخراج کنیم باعث شده ناسا و چین با انگیزه بیشتری تو این زمینه کار کنن. حتی شرکت‌های بزرگ انرژی روی زمین هم به این موضوع علاقه‌مند شدن و می‌خوان توی مأموریت‌های آینده سفر به ماه کمک مالی کنن. امسال قرار مأموریت چانگی نمونه‌هایی رو برای اولین بار از قسمت تاریک ماه برداره. اونجا هم ممکنه چیزهایی باشه که ما رو بیشتر غافلگیر کنه. اما آیا ماه خطرناک نیست؟ قبل از اینکه بخوایم به فکر استفاده اقتصادی از ماه باشیم، باید راجع به این کره آسمونی بیشتر بدونیم. نمیدونیم با فعالیتامون اونجا چه اتفاقی میفته یا چه خطرات ناشناخته‌ای روی ماه هست. چانگی 4 که اولین ماهگرد چین بود، 3 ژانویه 2019 روی ماه فرود اومد و یک کشف عجیب دیگه توی محل فرودش انجام داد. البته بگم این فرود هم در نیمه پنهان ماه یا پشت ماه بود. اونجا یک ماده ژله‌ای عجیب کشف کرد. ماده‌ای که رنگ خاصی داشت. بعد که با دستگاه‌های مادون قرمز بیشتر بررسیش کردن، اطلاعات خاصی از این ترکیب پیدا نکردن و اصلاً نمی‌دونن این ماده خاص چیه. از اون موقع دانشمندا دارن کلنجار میدن که این ماده شاید بقایای یک برخورد شهاب سنگ باشه یا شاید هم یک ماده ناشناخته است. شاید اصلاً چیزیه که اگر روی زمین بیاریم خطرناک باشه. متاسفانه چین هنوز عکسی از این ماده رو برای دنیای علم منتشر نکرده. یک دانشمند علوم سیاره‌ای تو انگلیس فکر می‌کنه این کشف نوعی شیشه مایع در ماه باشه. در هر صورت هنوز نمی‌دونیم چیه و کلاً راجع به چیزای دیگه‌ای که روی ماه پنهان شدن اطلاعاتمون خیلی کمه. این کشف چانگی 4 اولین بار نیست که یک ماده با رنگ عجیب رو روی ماه نشون داد. قبلاً هم فضانوردان آپولو چیزهایی رو روی ماه دیده بودن. بیشتر سطح ماه رو یک گرد و غبار خاکستری ریز به اسم رگولیت پوشونده که بهش میگیم خاک ماه. بارها چیزای مختلفی لابلای این خاک ماه پیدا شده. هنوز هم قطعاً چیزایی روی این سطح ماه هست که ما رو غافلگیر میکنه. شاید حتی بعد از حفاری ماه با چیزایی که زیرش مخفی شده غافلگیر بشیم. هرچی باشه انگار چین قرار زودتر از بقیه این موضوع رو بفهمه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.